گفتا که راستی هست و دروغ نیز گفتا که راستی هست و دروغ نیز با این همه گزین شاهین راستی را از ناکس دروغ گرچه درون خانه اندین دو میهمان این دو هر زمان خواستم اینو آغاز بکنم با این گفته چون دکتر خوز ابریو در این باره گفتگو کرد من برای امروز برنامه دیگه‌ای داشتم برای گفتگو می‌خواستم نگاهی بکنم به بله میکروفونم نیاز دارید من که گفتگو می‌کنم آبرزه بله په میزنه اگه بیارم بالا من برنامه گفتگوی امروزم راستش چیز دیگه بود می‌خواستم درباره این کاری که اینجا هست فرمان کوروش که پدر این بانوی گرامی فراهمش آورد مهندس امینی‌سام و امروز نیست نتونست بیاد گفتگو کنم و پیشینه فرمان کوروش رو نگاه بکنم چرا فرمان کوروش اومد و چرا پذیرفتن چرا اونها باور داشتن و می‌خواستم برم توی پیشینه فرهنگی می‌خواستم برم تو پیشینه فرهنگی و گفتگو بکنم که چرا آنها می توانستند باور داشته باشند به کوروش یا کوروس یا کورو که اگر پیمان بستند باهاش پایبنده و این پایبندی برمیگشت از پیمان مهر می اومد تو گاتاها و پس از اون میخواستم چند نمونه تاریخی براتون بیارم افسانه تاریخی چون افسانه های ما تاریخی هستند و تاریخمون بخشش افسانه ایه که هفته پیشین من در انجمن دوستداران زرتشتی گفتگوی کوتاهی بنا بود بکنم درباره شاهنامه بابا گفت همون گفتگو رو باید اینجا هم بکنی گفتیم باش اینه که اون جابجا شد اون گفتگو رو من با نمونه های تاریخی که دست کم فرمان کوروش سومین فرمان در این زمینه آزادی که ما در تاریخ فرهنگمون داریم شناخته شده نیست و در شاهنامه ما داریم پس آغاز بکنیم درباره شاهنامه فرهنگ ها فرهنگ‌های گوناگون که داریم مانند یه دریای بیکران هستن که کرانشون گسترده تر میشه یکی از نویسندگان علی جان میرفردوس به من گفت نگو قرمه سبزی درباره فرهنگ ولی باور کنید فرهنگ مانند قرمه سبزیه هر چی میگذره بیشتر جا میفته این آدم چیز میدونه دیگه قرمه سبزی ایرانی‌ها دیگه بهترینشه فرهنگ ها مانند یه دریای بیکرانه که ذره ذره چیکه چیکه دانه دانه در درازای زمان از داشته، کاشته، پنداشته، آرزو داشته فراهم میاد و این دریا رو فراهم میکنه با شاخه های بیشمار یکی از شاخه های فرهنگی آیینه، باوره چرا؟ چون آیین شیوه است شیوه پوشیدن، شیوه خوردن شیوه گفتگو، شیوه سخن گفتن و شیوه باور که راستش این باور بیمناکترینشه چون نمیبینیمش هر کلایی میتونن سر این باور سرمون بگذارن اگر این باور با خردمندی باشه که خوش آمد میگم به دکتر اردشیر انوشیروانی اومدن با که جشنم داشتن سپاسگزارم اگر با خرد باشه یک گونه دیگه است اگر از ایدئولوژی بهره ور بشه به گونه دیگه است فرهنگ ها همه دوست داشتنی هم برای خودشون هیچ فرهنگی از دید این پژوهشگر از فرهنگ دیگری بالاتر نیست با این روی فرهنگ ها با هم همخوانی دارن یا همخوانی ندارن نمونش یک ایدئولوژی برخواسته بخشش از فرهنگ 1400 سال پیش خورانده شده به این مردم هر کاری میکنن سازگاری نداره ما ایرونی ها اومدیم ایرونیش هم کردیم رخت رستم رو کردیم تن علی ابن ابی طالب رخت پیمان مهر رو کردیم تن عباس علی باز کار نمیکنه نمیکنه زن ایرانی که زندگی از زن میاد و مردش از مرتا میاد و زن بنیان زندگی و با آمیختگی زن و مرد فرایند پالندگی نمیتونه از زندگی کنار گذاشته بشه این نمیشه برای اینی که هر کاری بکنید این بنیان فرهنگی و بنیاد فرهنگی پس فرهنگا سر جای خودشون دوست داشتنی هن با این روی اون فرهنگی که با مردم سازگاره میمونه اونای دیگه نیست و این که ما از فرهنگ و تاریخ و افسانه ها و اسطوره ها گفتگو کنیم چرا ما میخوایم بگیم بابا این بنیاد که ما داریم بنیاد استواریه بنای ناجوری روشه ورش داریم یه بنای دیگه بسازیم پی رو نمیخوایم دست بزنیم پس پیه اگر ما بیایم تو فرهنگ ایرانی نگاه بکنیم فرهنگ
از همون گستره‌ای که آغاز شده تا به امروز رسیده، یه سری پیمان هاست، یه سری اندیشه هایی بوده که پراکنده بوده، گل هایی بوده در گلستان، یه گل سرسبد از اینجا اومده، اندیشه های اشو زرتشته. این گل یه میوه داده، شاهنامه است. من خواهش میکنم اون برنامه رو آغاز بکنم، من نمونه بهتون بگم که شاهنامه چرا اینجوریه. اینو من یکی دو روزه درست کردم، روی وردم گذاشتم، چون نمیخواستم که تنها یه رویه باشه، اگه نیاز باشه خواهش میکنم بالا بره. شاهنامه سوای همه کتابهای بهش میگن متون کهن، کهنه ایرانیه. چرا میگم ایرانی؟ چون زبان پارسی که امروز ما گفتگو میکنیم آمیخته از پارسی و پارتیه. چون میگیم نوشته که شین پارتی داره، اشکانی داره، نویسنده ساسانی و زبان پس از اون، یا فرشته و فرستاده، این زبان آمیخته و زبان پارسیه. و پاسش هم بداریم. برای چه پاسش بداریم؟ برای اینکه نذاریم آمیخته بشه، نم نمک از میان بره. چرا؟ من نمونه براتون میارم. بچه‌ای که تو امریکا و تو اروپا هن، برای نمونه میگن I call you but... اما تو پاسخ ندادی، من یه مسیج واسه تو گذاشتم. ما میگیم بابا چرا فارسی نمیگی؟ گاهی بچه هم گفتگو که میکنن، یه بانوی از ایران اومده بود گفت این نوه من بکن نکنش فارسیه، یعنی کنشاش فعلاش فارسیه. باور میکنید این پارسی هم که ما گفتگو میکنیم همینه؟ ورود و خروج وسائل وسائط نقلیه ممنوع است، یه واو یه استش فارسیه. ببینید ما، منم دارم فارسی میگم، منم دارم فارسی میگم، چرا همه سر در میاری؟ من یادم به در یه سخنرانی داشتم میرفتم لندن، دو تا بانوی ایرانی همراه من بودن، پایان اون سفر گفتن، پایان اون ترن که میرفتیم به کوپنهاگ، گفت آقای قویدل هر چی تو گفتی ما سر در آوردیم، تو با یه زبون دیگه میگی. گفتم من با زبون تو میگم، تو با زبون من نمیگی. چون من با زبون تو دارم میگم. این استش که ما این واژه ها رو داریم، این لغت ها رو داریم، کنار هم بذاریم. میخوایم بگیم غمگینم، بگیم اندوهگینم، غمگینم، کنار هم بذاریم. ما هوده رو بیهوده رو به کار میبریم، هوده رو، بله هوده بیهوده رو به کار میبریم، هوده رو به کار نمیبریم. میگیم نتیجه این استش که پاس بداریم، چون از من خواستن یک گوشزدی بکنم. اینو شاهنامه هنگامی که آغاز میشه سوای همه کتاب های دیگه است. کتاب های دیگه هنگامی که میبینیم، برای نمونه من یه نمونه هم آوردم، همه کتاب های دیگه که میان همه آغاز میشن با نام خدا. برای نمونه من یه نمونه آوردم که پس از این میبینید در پسنش، از درباره نظامیه که این نام تو بهترین سر آغاز، بی نام تو نامه که کنم باز، این نام تو مورس و روانم، بی نام تو زیستن که هست میاد. این کار بلندیه و میخوام تنها ببینید. با این آغاز میشه همه کتاب های کهن، به جز کتاب حافظ و مولوی که یک بار آغاز میشه و پایان میره. مولوی و حافظ و کسای دیگه گرد آوردن. هنگامی که ما به اون کتاب های دیگه نگاه کنیم، با نام پیامبر آغاز میشه، به خدا آغاز میشه. خدا که راستش یعنی شاه، پروردگار، چون خدا یعنی شاه، خدا معنی پروردگار نمیده. توران خدای، ایران خدای، اینو ایرانی ها من باور دارم به کار بردن برای اینکه خلیفه گری اومد ایران، خواستن که شاهی از میان نرود، نام خدا رو گشتن توش و خدای نامم برای همینه. شاهنامه هم شاه همه نامه هست، ولی تنها نامش اینه که نامی شاهان و آرمان تاریخ و روزگار نگاریه. این کتاب های دیگه آغاز میشه با نام خدا، سپس با ستایش پیامبر، بیشتر پیش پیگیرید خواهش میکنم، نخست با نام خدا، به ستایش پیامبر، با سپاس ستایش از کسانی که بهش یاری دادن، بعد درباره خودش، سپس میاندازه به انگیزه نوشتن، در پی اون خود نوشته میاد و میپردازه به پایان کتاب و پایان سخن. در هر نسکی که داریم شاهنامه سوای ایناست، ورای ایناست. آغاز میشه به نام خداوند جان و خرد که من پایین تر دارم میارن بالا نشون میدن در پایان، که درست چم اهورامزدا میده. به نام خداوند جان و خرد اهورامزدا است، با دو گونه گویش که داریم، یک واژه‌ای که نگاه میکنن اهو هستی بخش را گسترده و میاد که دانشی که توده‌ای از دانش باشه، و یکی که معنی که ما و چمی که در
اوستایی داریم و سانسکریت داریم، نمونه هاشو که آقای دکتر جعفری با من ازشون آموختم و گفتم. این نمونه همون خمسی نظامی هستش که اینو میبینیم. نام تو بهترین سرآغاز، پس بی نام تو نامه کی کنم غاز، ای نام تو مونس روانم جز نام تو زیستن ندانم. این نمونه بود. شاهنامه اینجوری نیست. بره بالاتر خواهش میکنم. شاهنامه آغاز میکنه به نام خداوند جان و خرد، پی میگیره با نام خرد. خرد بهتر از هر چیز داد، ستایش خرد را به از راه داد. پس از اون میپردازه به آفرینش کیهان و آفرینش مردم و آفتاب و ما و همه اینها. بدون خرد نیست که من اگر خواستید در رادیو اشای کانادا گفتگو کردم درباره به نام خداوند جان و خرد. اون بخش نخست من یک ساعت دربارش گفتگو کردم، چون من باور دارم که اون پنج بخش به نام خداوند جان و خرد زمان میبره. در اون یک ساعت رادیو هست، آقای مهندس دادنام دارن تو آرشیوشون. پس از اون میفرسته آفتاب و ماه و میاد به ستایش مردم که این پرسش برانگیزه، من براتون بیرون خواهم گفت چون زمان میاد میبره، اشاره میکنم. فراهم آوردن شاهنامه و سپس پایان شاهنامه، یعنی همه ی واژه ها رو که نگاه بکنی و همه ی درون مایه رو که نگاه بکنی خرده. در همه ی داستان ها خرده. هر جایی منش که میدونیم من اندیشیدن، میمنم، میمنید، میمند، میمنیم، میمنید، میمنند فراموش شده که من همون اندیشه است. هنگامی که نگاه میکنیم در همه ی کارها منش رو به کار میبره، خرد رو به کار میبره. در همه ی داستان ها که تو برنامه ایران آریایی، تلویزیون ایران آریایی من دارم ریزنگری میکنم، آنالیز ساده بسیار روونه که داره پیش میره، میتونید اونجا نگاه کنید. برای نمونه سام بچهشو میذاره، میگه زراح خرد شد به دیگر منش، منش و خرد رو با هم بیاره. این به اندازه به خرد پایبنده که هنگامی که درباره جشنهاش گفتگو میکنه، نشستهاش گفتگو میکنه، نام موبد رو میگاره بخرد و سوا میذاره، فرزانه رو سوا میذاره بخرد و سوا میذاره. نه اینکه موبد بخرد نیست، نه اینکه فرزان نیست، نه. یه موبد یک روش ویژه‌ای رو داره. یک آدم فرزانه میتونه بیدین باشه، یعنی همه بر پای خرد، همه بر پای اندیشه های زرتشته. میگم زمان درازه، سخن زیاده، میتوانید در برنامه تلویزیونی ببینید. و همون مسئله کوروش که گفتم که باز میپردازه به اشو زرتوش، این کتاب خواهد شد، یه تزس خودش که در میاد. اصفهانی هم گفتم تزس به هر روی. من خواهش می‌کنم بالاتر بره که من اشاره کنم، سخن نمیخوام درست کنم. بازم بره بالا، بازم بره بالا. این همونه که گفتم مال ستایش خرده. یا برای نمونه همون که میگه توانا بود هر که دانا بود، ز دانش دل پیر برنا بود، یا ز دانش دل پیر برنا بود. واژه هاش سر جاشون میشینن. و چرا این کارو کرد؟ پس از 300-400 سال که ما جنگیدیم، کاری از پیش نبردیم، پی بردیم، به جز کار فرهنگی نمیتونیم پیش ببریم و اینک جنگ دیگر ماست. ما جنگو نمیپسندیم، به جنگ میگیم کار زار. ما جنگ نمی، ما با این روی امروز باید خودمونو پاس بداریم. چرا؟ چون انسانیت و خرد رو باید پاس بداریم. باریه که بر رو دوش ماست. و نمیدونم با شادمانی بگم یا به گونه دیگر، بچه هایی که آیین زرتشت رو دنبال میکنن، مردم ازشون چشمداش دیگه ای دارن، دوست ندارن اینا بگن انشالله. هنگامی که نوم خدا دارن و ما تو شاهنامه داریم، چرا میگن؟ مردم یه نگاه باری به دوشتونه، چه دلتون بخواد چه دلشون نخواد. بنده هم پروفسور، هزار پروفسور بشم به بنده میگن زرتشتی زاده نیست، هنوزم به من میگن، آزارم هم میدن. ما کاری با اونا نداریم. شما بار رو دوشتونه، ما هم شاگرد شماییم، بار رو دوشمونه و اینو پیروی میکنیم، پاس بداریم زبان پارسی رو رو دوشتونه. همچنان که نوروز از شما نیومده، نوروز که اومده 3000-2700 سال پیش ازش زرتشته، شناسنامه زرتشتی گرفته. چرا میخواید از دستش بدید؟ شناسنامه شما شناسنامه این بومه، این فرهنگه. این هستش که من خواهش می‌کنم بازم بره بالاتر تا برسیم به اون اهورامزدا. من اونجا گفته بکنم، سخن رو کوتاه کنم چون همه مونده میشید و این سخنان میشه گفت. این برای نمونه همون آفتاب و ماهو که میگه همه این با دانش امروزی هماهنگه، به جز یکیش. گمان میکردن زمین هست ایستاده و اونای دیگه میچرخه، همش با همون بیگ بنگ هم سازگاری داره. من تا اینا سخنای درازی، خواهش می‌کنم پیشتر بره. این ستایش پیغمبر رو من بهتون بگم.
چو خواهی که یابی زهر بدنها سرن در نیاری به دام بلا آغاز میکنه. ببینید فردوسی یا این از خودشه یا از خودش نیست، میتوانه از ایشون نباشه، و اگر هم خودش نوشته از خودش نیست. چرا؟ یک باره زبان رو دگرگون میکنه، زبان تازی میشه. یک باره به گفتار پیغمبر راهجو که اینا همه چه گفتان، خداوند تنزیل و وحی، خداوند امر و خداوند نه، و گفت خداوند چه فارسیه، دیگهش فارسی نیست. چرا این کارو میکنه فردوسی؟ اگر فردوسی نوشته، میدونی در چه زمان نوشته؟ سلطان محمود و سلطان مسعود. اونا با شیعیان هم بد بودن، یه شمشیر میارن پیش سلطان مسعود، تیغ هندی بسیار برا باشه، میگن این بسیار براست، برای چی خوبه؟ یکی میگه برای زدن گردن دشمن، میگه نه، حسنک وزیر شیعه. یعنی اینا با خودشون هم اینجوری بوده، وای با روزگار ما. پس این هنگامی که زبان رو دگرگون میکنه، اگه خودش هم نوشته، چرا؟ چون در آغاز شاهنامه میگه تو این را دروغ و فسانه مدان، به یکسان روشن زمانه ندان، یا مدان هر آنش که اندر خورد با آخرت دگر، در ره رمز معنی برات. این رمزش، میگه این زبان من نیست، این کار من نیست. اگر نوشته باشه، میریم پایین تر، که من شهر علمم در همون بخش، که من شهر علمم علیم در است. این پایین تره، بالاتره که میبینید میاد میگه هنگامی که میگه به گفتار پیغمبر راهجوی، از سنیه، یعنی چهاریاریه، چهاریاریه، و گواهی میده که چهارم علی شاه دلدل سوار، یعنی همه رو میگه، ابوبکر، عمر، عثمان و علی. پایین تر بیایم میبینیم که اومده شیعه شده، یعنی بابا بالا سنی بوده، پایین شیعه شده. و این در نوشته فلورانس که 200 سال پس از فردوسی است و کهن‌ترین هست، آقای خالق مطلق اینو ورداشته از فلورانس، کار قشنگی نکرده با اون کار ارزندش، هنگامی که اون حال سخن درازه، مطلق این کار قشنگی نبود که این کار کرد، چون مردم رو به بیراه میبره. و میاد پایین‌تر سنی میشه، پس از اون میاد ریشخند میگیره، میاد میگه که خردمند که از دور دریا بدید، کرانه نپیدا و بن ناپدید، بنانست کو موج خواهد زدن. دید کرانه ناپدیده، میدونه که این دریا موج میزنه، کس از غرق بیرون نخواهد شدن. به دل گفت اگر با نبی و وصی، خب تا اینجا وایسیم، گفت اگر با نبی و وصی پس راهی پیدا میکنم. نه، راهی پیدا نمیکنم. به دل گفت اگر با نبی و وصی شوم غرقه، دارم دو یار وفی، یعنی غرقه میشن اونام. بس چی ته پس؟ یعنی زبان به گونه ایه که بابا این اگر من نوشتمش ناچار شدم نوشتم، یعنی این اصلا خنده داره، و زبانم بخشش زبان فردوسی نیست. یکی پهن کشتی به سان عروس، بیا راسته همچو چشم خروس. چشم خروس زیباست، تنگه، چشم تنگی مال خروس، راه رفتن زیبا مال گاوه، پر زیبا مال طاووسه. این زبان، زبان فردوسی نیست، این از دیدگاه فنی زبان فردوسی نیست. یعنی اینو چون بسیار پرسش میشه، اگر فردوسی نوشته، گفته که من نوشتم، تنها نوشتمش چون ناچار بودم بنویسم، با اینکه نوشتم در پایان زندگی به من گفت که تو نمیتوانی در گورستان مسلمان ها هم باشی. و بسیار سپاسگزاریم از ارباب کیخسرو شاهرخ که بسیار یاری داد که جایگاهش رو پیدا کرد. من در این کتاب یادآوری کردم. من یک کمی درباره کتابا میگم و پایان میبرم سخنو، چون هر کدوم از اینا چند ساعت گفتگو و کار امروز، کار یه روز دو روز یکی دو تا نیست. از کارهایی که من داشتم خواستم براتون بگم که شما اینها در کتاب فروشی ها نیست، تنها میتونید از اینجا فراهم کنید یا دوستداران زرتشتی از راه خود من. یکی این پژوهشه که اگر برسم کتاب دومش هم میاد بیرون، نهمش هم میاد بیرون، که با کارهای فراوانی که دارم نمیتونم برسم یا نه. پژوهشی در اوستا آیین زرتشتی. این راستش مال من نیست، این از ترنها، واگنهای گوناگون، کالسکه‌های گوناگونی که مردم دارن، استاد جعفری داره، استاد فرهنگ مهر داره، چون من 22 سال بیشتر شاگرد سرراست دکتر جعفری هستم و همواره شاگرد دکتر فرهنگ مهر بودم و بهره بردم از مهر داریوش ایرانی، منوچهر جان فرهنگی که جاش بسیار اینجا سبز بهره ور بودم.
این کتاب من کاری که کردم این واگن‌های گوناگونی که بوده جاهای گونه زبان یه خود ساده تر کردم آوردم یه قلاب انداختم تو هم که ایران بانو جهانیان به من زنگ زد یه روز گفتش که مازیار این کتاب تو شده انسیکلوپدیای من هر کی هرچی میپرسه من درش وا میکنم توشه این کار هست که من گرد آوردم مال من نیست مال مردم دیگه است من تنها گرد آوردم و میتونید بهره بگیرید به اونهایی که میخوان کار بکنن زرتشتیو و هست از راه این انجمن بجن کار دیگه که من آغاز کردم که اینک همه زمانم رو گذاشتم رو شاهنامه است شاهنامه رو به زبان بسیار ساده پارسی این کتابی که شما ببینید هیچ واژه تازه توش نیست هیچ من یکیشو براتون میخونم که شما ببینید چه جوریه سهراب جوان هنگامی که از آمدن سرداران تورانی آگاه شد به همراه پدر بزرگش به پیشواز آنان رفت زبان اینه و این کسی باور نمیکنه این زبان پارسیه بابا زبان پارسی بسیار گسترده است اگه نه همه سراینده نداشت این کتاب اومده اینها 20 تا کتاب میشه نسخ میشه پشت سر هم میاد همه داستانهای شاهنامه به زبان پارسی سره یاری بدید به انجمنات من در دسترس انجمنا میذارم هم این داره به زبان سوئدی در اومده به زبان انگلیسی در میاد اسپانیش در میاد آذربایجانی در میاد بلوچی داره هم اکنون داره برمیگرده چون ما اگر بخوایم رو فرهنگ ایرانی کار کنیم زبانهایی که تو اونجا هست و من اینو میخوام بدم عربی هم بکنم منتها به چه گونه داستانو عربی میکنه شعر سرود فارسیه کس که در آذربایجان مادر داستان برای بچهش میخواد بگه آذری در جنوب عربی سرود فارسی میخونه این زبان مادریته این زبان فرهنگیته اینها در خواهد آمد در دسترس شما قرار خواهد گرفت و خواهد بود یک کار پیشنهادی که میکنم به جووناتون بگید من در تلویزیون آریایی برنامه دارم میدونید که درباره شاهنامه کار میکنم فرهنگ ایران بچه‌های جوونی که درباره فرهنگ ایران گفتگو بکنن از ما پیشکش یا جایزه میگیرن از بنیاد فرهنگی هزینه‌ای در دسترس هست که نخستینش یه جوان 12 ساله بود به نام نیک از لندن کار فرستاد که من پخشش کردم و 100 پوند گرفت کتابم گرفت به هر روی این پیشکش پیش من هست بچه های جوان بنویسن ما صده رو پیش رو داریم چله رو پیش رو داریم نوروز یا در همین زمین اگر بنویسن بهره و پیشکش و جایزه میگیرن سپاس فراوون از بردباریتون ما این مازیار که این همه شاهنامه کرد این نگفت که کارهایی که درباره فرهنگ ایران کرده و همین نوشته های خودش و آنچه که در تلویزیون و رادیوهای ایرانی انجام داده که تا اون جایی که من میدونم بیش از 100 برنامه تلویزیونی داشته سخنرانی ها اینجا و اونجا و هر چی که یکیش از سخنرانی ها رو که امروز ما دیدیم اکنون کار به اونجا رسیده که یک دکترا از دانشگاه سپنتای مکزیک که آقای ابریو این ابر میخواد بباره رو سر مازیار تا مازیار درختش برسه به کجا؟ با اونجا اینه که امروز این برنامه رو داریم به در این برنامه خود استاد ابریو خواهش کرده که دکتر فرهنگ مهر باشه بهدین داریوش باشه تا ما هم ببینیم که این چگونه این دکترا رو به ایشون میده. I have talked about what you are going to give him honorary doctorate.
Thank you. Dr. Ali Jafari, he presented a nomination for a degree to be granted to Maziyar Ghavidel under the authority invested on me for Sepanta University, Mexico. We're going to proceed for that. And I'm going to first this honorary degree is on, let me get my glasses. Okay, it's Sepanta University, Mexico, through our branch and the support of the Zarathustran Assembly, has conferred on Maziyar Ghavidel Asghari, okay. The degree of philosophy doctor, honoris causa, in theology and mythology of the Iranian plateau. Congratulations for your recognition. I have to say thank you very much. My pleasure, thank you very much. Thanks a lot, thank you everybody. I will proceed in addition to impose this medal. I think Baba should do it. It has a pillar of fire. We have a present for him, it's an agenda designed by my wife. So he had the support of Baba, what can you do? He's a good man, he has I think Baba gave the arguments. I didn't understand in Persian, but he has been publishing a lot, promoting the message, and he's a leader in the Zoroastrian community through TV, through radio. So he has a multiplying effect teaching the message. He's doing a lot of research, more research than some doctors that I know, and he deserves this recognition. Congratulations. In English or in Persian? Should I speak in English or Persian? English. Spanish. Well, well, I congratulate Maziyar Ghavidel for receiving the honor of having the doctorate degree from Mexico University. Listening to his speech, I realized how much he knows about Persian language. You must not blame the children for speaking, for instance, saying Alhamdulillah. We have in Dari you say Sepas Urmez. Sepas Urmez ra, yani Alhamdulillah. Chera nagim Sepas Urmez? Vali khob tafsir nadarim. موقعی که ما بچه بودیم میگفتیم آره میگفتن آره و آجر پاره تخت سینه ساگل ماله باید میگفتیم بله عربی میگفتیم
عربی بله بله عربیه بگیم عادت کنیم بگیم آری بله آقا آری حتی آره نه بله به هر حال من به شما تبریک میگم and I thank you very much for this giving this honor from your university to our friend Dr. Maziyar and wish you all the best and all. I thought I'd just explain to you a few things. First of all, Firdausi was born in the 10th century around 950, and he died in the 11th century, which is 1050, somewhere between 950 and 1050. And he struggled for 30 years to write the Shahnameh. And the most important thing is that in doing this one important thing, he saved the Persian language for the Persian people and for the world. And for this, we are absolutely grateful to Firdausi and to the people that followed him. The Baiti of Firdausi was followed by the Dobaiti of Khayyam, followed then by Jalaluddin Rumi, and then on to Hafiz and Sadi. And through the use of these great people, the Farsi language was saved. Now, I just want to say a few words about Maziyar Ghavidel, because everybody has congratulated him and everything else, but they don't realize who the most important person in getting this degree is. And the most important person in getting this degree is Simin Banu Ghavidel. I want them to stand up and say hello. And I'll add a few words. Maziyar said that the Shahnameh is so wonderful that you could write a book for every couplet. And there are 60,000 couplets in the Shahnameh, so he decided that he would cut that down. And I think he is going to reduce it to 600 books that he's going to produce. But his entire house is filled with books. In fact, in his medicine cabinet, Simin Banu was going to put in medicine, but he said, no, 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 put in the Shahnameh. So when she feels ill, she goes to the bathroom, opens the medicine cabinet, and then she calls Maziyar. And she said, Mariz hastam, she says, I'm ill. So she says, Cheshude, she says, Sarma khurdagidar, I have got a cold. So he says, Shahnameh baskun davisto bisto dobam bekhun. That means open the Shahnameh and read page 222. You'll get the remedy over there. he has spent his entire life on the Shahnameh, and he has also done a great job for explaining the Shahnameh and its antecedents. For example, today he talked about Kurush-e Buzurg. And basically, for those who didn't hear, he asked several questions. And he said that it is basically a Zarathustra book, and he also wanted to know whether what was written in the Cyrus cylinder was not part of what the Shahnameh already has in there, and as to what was written there was not what Zarathustra has told us. It was he's a very, very knowledgeable person, and for that, we have to thank him. Right now, the next item on the agenda, as we are torpedoing towards the close of the thing, is for Dr. Jose Luis Abreu to show us some of what Dr. Jafari has done in South America. من سپاس بسیار دارم کسانی بودن که همیشه یار و یاور من بودن جای کسی که اینجا بسیار سبزه منو شرجان فرهنگیه من به رامین جان میگم بیا بالا درست مانند باباشه میگه خودتو لوس نکن کلامو میره تو هم ما که کلا نداریم پشت بیا بالا منو چه جان باور میکنید ما تو در زمانی که با هم کار میکردیم
من در خدمتشون بودم میرفتیم اونجا یه دریاچه بود دور میزدیم هر روز 13 دور میزد هیچی هم نمیگفت میگفت 13 دور بزنیم چون 13 نمیدونم بعد شگونی و اینا اصلا نداره یه چیزیه که از تازیان اومده و تازه چینیا هنگامی که 13 هست بسیار خوشه یکی از دوستان میگفت در کانادا من خونم پلاکش 13 بوده چینیا دعوا میکردن سر اینکه این خونه رو بگیرن بر روی مروش جان جاش بسیار سبزه یارو یاورد این رامجان فرهنگی هم به همون گونه داره کارهایی میکنن در افریقا در این سو آن سو از کسان دیگه که همیشه یاور من بودن در اینجا بانو جهانیان که نام بردم اردشیر جان گرامی اونجا نوشته دانشمندمون که داره کارهای ارزنده میکنه شیدا بانو که نخستین چیزی که منوش جان به من گفت گفتش که شیدا بانو خیلی قدر باید بدانیم که دیگه بسیار دربارش گفت که من نمیگم من سپاس فراوان دارم همیشه مهمان نواز بدم و من درد سر خانم منیژه خانم و پسرشون منیژه خانم این کتابو خونده از من خواستن یه دقیقه درباره این کتاب گفتگو کنم خودشون هم یه دقیقه اون پایین میتونید گفتگو کنید من میکروفون بهتون بدم در مرکز انجمن دوستداران زرتشت باشن کتابو گرفتیم نوشتن برامون و این پسرم بزرگ منش پیروز به من زنگ زد گفت مامان من پس هنوز سواد دارم چون این راحت خوندم و خیلی با زمان کوتاهی همسر خواهر شوهرم از سر شب باش صحبت کردم یک ساعت بعد زنگ زد گفت کتابو تموم کردم به قدری شیوا به قدری رسا به قدری پارسی نوشته شده که تو نمیدونم الان خودم به جای توصیه چی باید بگم ولی تلاش کنیم که بگیم واژه‌های فارسی رو بیشتر حتی دانش آموزایی که اینجا دارن فارسی میخونن من عقیدم اینه ایمانم اینه که اگه بشه اینا هم جزو کتابای فارسیشون بذارن نگیم نمیتونن واقعا میتونن فقط کمی تلاش میخواد کمی همت میخواد عشق ورزیدم که کتابو خوندم و به دوستای آمریکایی معرفیش کردم سپاسگزارم و هر آنچه که می کنم همی آغاز آن دل توست بر زبان من سخن شما رو میگم هیچ چیز دیگه نمیگم سپاسگزارم